بروس پاورز استاد دانشگاه جورج واشنگتن 11 سپتامبر را یادآور حمله تروریستی 15 سال قبل به وزارت دفاع آمریکا می‌داند و آقای پاورز در سال 2001 تحلیلگر مسائل دفاعی در پنتاگون بود و هنگام حمله در ساختمان وزارت دفاع حضور داشت. او در گفتگو با آردیتا دانلاری خبرنگار صدای آمریکا از آن روز می‌گوید. In my own case I do something each روز پاورز در 15 سال گذشته هر سال روز 11 سپتامبر پیاده از پنتاگون به خونه رفته. پیاده از پنتاگون به سمت خونه میرم، درست مثل 11 سپتامبر 2001. چون اون روز بعد از واقعه مترو و اتوبوس کار نمیکرد. با اتوبوس رفته بودم سر کار، ولی برای برگشتن به خونه راهی جز پیاده رفتن نبود. اون روز مثل همه روزهای کاری دیگه شروع شد، ولی خبر حمله دو هواپیما به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک همه رو شوکه کرده بود و بعد به پنتاگون حمله شد. صدای خیلی شدید شنیدم، مثل اینکه یک کامیون منفجر شده باشه. پنتاگون یه تکونی خورد، البته ساختمان بتونیه و خیلی تکون نخورد. بعد دود غلیظی آسمون شفاف و زیبای بالا سرمون رو پوشوند و کاغذ بود که تو هوا پخش میشد. پنتاگون یه اداره بزرگه، پر از آدم و کاغذ. فوری فهمیدم چه خبر شده، باید بدون معطلی ساختمون رو ترک کرد. آقای پاورز خودشو به حیات مرکزی پنتاگون رسوند و دید همه اونجا جمع بودن و دنبال همکاراشون میگشتن. بعضی از همکارای آقای پاورز در مرکز اطلاعات نیروی دریایی که کانون حمله بود کشته شدن. از جمله یک همکار بد اقبال که موقتاً برای کار به اونجا منتقل شده و از بعد حادثه در لحظه حمله اونجا بود. آقای پاورز در 15مین سالگرد حملات 11 سپتامبر یادی از 125 نفر میکنه که اون روز در پنتاگون جونشون رو از دست دادن. در واقع اون قسمت ساختمون که هواپیما سقوط کرد تقریبا خالی بود، چون داشتن تعمیرات میکردن. دفتر کار من تا چند هفته قبل از حمله توی همون قسمت بود و اگه حمله 7 هفته زودتر اتفاق میافتاد من الان اینجا نبودم. او حالا در بنای یادبود مرکز تجارت جهانی راهنمای گردشگر است و سرگذشتش رو برای اونها تعریف میکنه. امسال هم در روز 11 سپتامبر پیاده از پنتاگون به طرف خونه میره و مثل هر سال یکی از نوه‌هاش در یادآوری این روز همراهش میره.